سرمحوری روزنامه نوحیوی گلستان نوحیه فرخور عبدالحمید مجیدزاده این کتاب ها را از کتابخانه شخصیش با اینجا آورده است. بخشی را به چاره‌بینی رشد نیروی ذهنی نزد قصر فرهنگ نوحیه کتاب ها از کتابخانه‌اش به نمایش گذاشته شدند. سالهای نشر و چاپ کتاب ها از سال 1900 تا دوره امروزه را در بر می‌گیرند. کتاب ها ارزش بلند دارند. باندیش عبدالحمید مجیدزاده تنها با راهی جلب جامعه به کتاب و کتابخوانی رسیدن به کمالات ذهنی ممکن است. از دوران دانشجویی تا الحال که به 67 سالگی رسیدم کتاب های بسیار جمع‌آوری نمودم. میتونم بگم که از 8000 کتاب زیادتر کتاب های علمی بدیهی به زبان روسی تاجیکی و دستخط های گذشتگانم خیلی دستخط دارم. شاگردان استفاده میبرند، استودنت ها میبینند از دانشگاه، بعضی نامزدهای علم، آنهایی که نامزدی حمایت کردنی میشن برای کتاب های علمی پرسیدن میبینند، مراجعه میکنند. در ولایت خطلان سال 2016 سال رشد نیروی ذهنی اعلان شده است. با این مناسبت در همه شهر و ناحیه های ولایت با اشتراک ادیبان چاره‌بینی های معرفتی شده میگذرند. در ناحیه فرخور برگزاری این چاره‌بینی بر روز 10 سالگی تأسیس یابی خانه ادیبان ناحیه راست آمد. با این چاره‌بینی ادیبان شناخته جمهوری، کارمندان مسئول اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ادیبان منطقه کولاب دعوت شدند. پیش از آغاز چاره‌بینی همچون رمز سپاس و احترام ادیبان نزد پیکره اساسگذاری دولت سامانیان اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشتند. کتاب از هرچی خوب است. کتاب ما محبوب است. در اینجا کودکان با استقبال ادیبان آمده نزد آنها از ایجادیاتشان شعرها قرائت نمودند. بخشی را به این چاره‌بینی نزد کتابخانه نمایش کتاب‌ها تشکیل و گذرانده شد. عبدالحمید مجیدزاده با ادیبان درباره کتابخانه شخصیش معلومات داد. خانه ادیبان ناحیه در بنای کتابخانه مرکزی ناحیوی به نام عبدالرحمن جامی واقع می باشد. سهم ادیبان در رشد ذهنی نورسان کلان است. با اشتراک ادیبان ناحیه در این سال در مکتب های ناحیه با خوانندگان زیاد از 60 واخوری و محفل های ادبی گذرانیده شدند. در واقع امروز ملت ما یراقش، بایگریش، ثروتش سخن است، نظم بلند است، آثار عالمگیر است و این دارویی که ملت تاجیک دارد از یراقهای اتمی هزاران بار بالا میستد و افتخار هم میکنیم که زاده انمی مرز و بوم هستیم و واخوری دائمی شاعران و ادیبان و قلمکشان ناحیه را در سطح مؤسسه های تعلیمی منتظم دایر می نماید که در روحیه خودشناسی نسل نوروز تاثیر مثبت خواهد رسانید. یادآور میشم که در سطح ناحیه عین حال 3 نشریه ارزی فعالیت میکند. نشریه مقامات حکومت دولتی ناحیه با نام گلستان، نشریه معارفچیان ناحیه با نام منبر آموزگار و مجله بانوان فرخور منبر راز و نیاز و افکار قلمکشان ناحیه گردیده است. قسمت تنتنوی چاره‌بینی در تالار قصر فرهنگ ناحیه دایر گشت. رئیس ناحیه فرخور رعنا رحیمزاده بخشیده به 10 سالگی تأسیس یابی خانه ادیبان ناحیه ادیبان را تبریک گفت. او قید نمود که در ناحیه فرخور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در مدت 10 سال زیاد از 300 نوشته های ادیبان ناحیه به چاپ رسانیده شدند. محتوای برآمد اشتراکچیان این چاره‌بینی در آن بود که تنها با رشد نیروی ذهنی پیشرفت جامعه را تامین کردن ممکن است و این هدف تنها توسط دستگیری همه جانبه عملی میگردد. این چاره‌بینی که امروز گذشته است دوای ادامه همان سیاست جناب پرزیدنت مملکت است که من فکر میکنم اما قوای ذهنی یا که علم، فرهنگ، دانش در همان مملکت ترقی میکرد پیش میرفت که حاکمان، راهبران یا دولت دوست وجود داشت که آنها رو حمایت میکرد، دستگیری میکرد. خود به خود پیش نمیرود، علم هم پیش نمیرود، شعر و ادبیات، فرهنگ هم پیش نمیرود. برای مثال گیرید، خوب گیرید اگر شاهنامه فردوسی رو گیرید، گرچند که خودش شخصی دارنده بود، دهقان بود، زمین دوز بود، با وجود همون هدایت کننده همون حاکمان وطن پرستی بودند که فردوسی رو تشویق کردند که شاهنامه رو بیافرد. ابو منصور مثلا شاه حاکم توس مخصوص با فردوسی مراجعه کرده میگه که تو همین کار کن،
مبلغ زوری تامیناتش همش بر ذمه ما است. در این چوره بینی از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخور، ادیبان با افتخارنامه و دیگر تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.